I thought you were Christiane Amanpour. Well, I think that you're very bright because I saw all the wise people. I saw the imam and the scholar from Qom talking to you. So I said, she has to be someone important. So who is she? If she's not Christiane Amanpour, she's on that level. سلام علیکم. سلام علیکم. خدا نگهدارتون. خدا معرفی بکنه. شیخ محمد تقی زاکری هستم، مشاور نهضت حرکت‌های حقوقی در واشنگتن. بله، شما لطف کنین اوضاع افغانستان چطور بررسی میکنین؟ چرا مسلمان‌ها اینقدر دست به کشتار و قتل و قتال اطفال و کهنسالا و زن‌ها و اینا میزنن؟ دلیل شدید اسلامی چطور میبینین از بود اسلامی؟ یعنی واقع مسئله اینه که ما اسلام را نفهمیدن. اینهایی که دست به کشتار میزنن، اینها نه اسلام رو فهمیدن نه پیغمبر اسلام رو فهمیدن. پیغمبر اسلام پیغمبر رحمت بودن، پیغمبر اسلام پیغمبری بودن. با وجود 70 و چند جنگ پیغمبر حتی یک نفر را نکشتن، با اینکه فرصت کشتن براشون پیش می آمد در جنگ، برای هر جنگجویی فرصت کشتن پیش میاد، اما پیغمبر اکرم حتی یک نفر را نکشتن. پیغمبر پیغمبر رحمتن، اسلام دین رحمته، اسلام هرگز کشتن حتی حیوان را جایز نمیدانه. مگر اینایی که این کارا میکنن استفاده سوء استفاده از اسلام، نفهمیه از اسلامه، نفهمیه. اینها خیال میکنن بر حقن، خیال میکنن درست میفهمن. این اولین گام لغزش به سمت گمراهی این است که انسان خیال بکنه درست میفهمه. بسیار تشکر جناب آج آقا. رای بیرون رفتی از نقش دولت مردای یک کشور در جلوگیری از همچون مسائل و برای روشن ساختن از آن و کسایی که فکر میکنن کارهای اسلامی را انجام میتن چی است؟ کیها نقش دارن؟ من فکر میکنم باید دولت یک گروهی رو تشکیل بده، این گروه تاریخ پیغمبر را سرچ بکنه، چک بکنه. پیغمبر هم مخالف داشتن هم موافق داشتن. در زمان پیغمبر منافق بوده، کافر بوده، مسلمان بوده. پیغمبر با اونا چگونه معامله کردن؟ از اون طرف اونهایی که این نوع کارها را انجام میدن باید یه مقداری بفهمن که باید سینه فراخ داشته باشن، سعی صدر داشته باشن، بتونن همدیگر را به عنوان یک انسان پیدا بکنن. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام داره که مردم یا برادر ایمانی تو هستند یا همانند تو در خلقت. اگر ما هر نوع اختلافی هم داشته باشیم، اگر انسان بودن خودمون را در نظر بگیریم، هرگز اقدام به کار این چنینی نمی کنیم. حتی یک بچه را، یک بزرگ را، حتی یک جنگجو را باید باهاش گفتگو کرد. زمان الان زمان گفتگوه، نه زمان جنگیدن. زمان الان در گفتگوها برد برد میارن، حتی برد باخت هم نمیارن. ادیان چطور مقایسه میکنه؟ خداوند تمام ادیان را در متذکر شده که اولین گام انسانیته، دین مرحله بعد از انسانیته. لذا اگر انسان نشده باشه، التزام به دینی و تعهد به دینش ارزشی نداره. کسی تعهد به دین داشته باشه اصلا نفهمه انسان یعنی چی، این نمیتونه متعهد به دینش باشه. یقینا آج آقا میگن که گرچه مذهب مختلف شد، هیچ کس بیگانه نیست. کعبه و بتخانه را یک نور روشن میکنه. انشاءالله موفق باشید. از کجا هستین؟ از افغانستان هستین؟ نه. کجا هستین؟ من ایرانی، عراقی، آمریکایی هستم. ایرانی. نقش دولت مردای یک کشور در جلوگیری از امچو حوادث یا اتفاقات را که مسلمان نماها انجام میتن از دید شما چطور است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدواریم که دولت مردان هر کشور به خصوص کشور عزیز افغانستان سعی و تلاش بیشتری بکنن که امن و امان رو برای کشورشون، برای دوستان ما، برای رفقای ما، برای افغانی ها و تمام کسایی که توی افغانستان هستن امن و امان بیارن. زحمت زیادی لازم هست، تلاش زیادی لازم هست، شبانه روزی اینها باید زحمت بکشن که دوستان ما هر روز و هر روز کشته ندیم در افغانستان. بعضی ها از بس که عصبی شدن میگن که ملاها همه وظایفشان انجام نمیدن. فرق ملا و یک عالم دین اصلی از دید شما چی است؟ عالم دین وظیفه داره که مردم رو به دین صحیح اسلام نشون بده. شما فرمودید، کلام شما خیلی زیبا بود، مسلمان نماها. خیلی ها هستن به نام اسلام همچین کاری رو دارن میکنن که اصلا اسلام هیچ کجای از آن
هیچ درسی از این درس‌ها رو نمیده که آدم بیگناه رو بکشه، 80 خورده نفر رو بکشه. روحانیت و ملاها و عالمان دین وظیفه دارن بیشتر مردم رو یاد بدن که اسلام حقیقی چیه، اسلام رسول الله چیه، اسلام اهل بیت چیه، و این وظیفه رو باید انجام بدن. ولی متاسفانه شیطان و شیطان نماها و عالمان شیطانی هم هستن که اونها هم کار خودشون رو انجام میدن. نقش دولت مردای یک کشور چی است؟ رؤسای جمهور شبان روزی بی وقفه اینها باید کار بکنن برای امنیت آوردن برای مردم. خواب نباید داشته باشن، همه فکرشون و همشون و غمشون باید این باشه که مردمان بیگناه در امان باشن. امیدواریم که این کارشون رو بهتر انجام بدن. آج آقا یک شعر من بسیار خوش دارم، همیشه میشنوم، من میخوام برداشت شما رو در مورد از او بگیرم. میگن که همه روز روزه بودن، همه شب نماز کردن، همه ساله حج رفتن، سفر حجاز کردن، ز مدینه تا به مکه به برهنه پای رفتن، دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن، شب جمعه ها نخفتن، با خدای راز کردن، ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن. و خدا قسم که آن را ثمر آن قدر نباشد که بر روی ناامیدی در بسته باز کردن. درست، خیلی شعر زیبایه و همین هم درسته. گروهی از مردم اومدن خدمت رسول الله، بهشون گفتن که ما یک شخصی رو میشناسیم که خیلی نماز و روزه میگیره، خیلی آدم با خداییه. گفت برید ببینید اخلاقش با مردم و با خانوادش چطوره، اون مهمه. نماز واجب بیشک، روزه واجب بیشک، حج واجب بیشک، ولی اون چیز شخصیه. خدا میخواد که ما بین هم دیگه برادر باشیم. من افغان نیستم ولی دلم به همون اندازه یک افغانی برای این بیگناهانی که کشته شدن میتپه. به خاطر همین اومدیم اینجا و نشون بدیم که ما هستیم با هر بیگناهی که باشه، افغانی، عراقی، ایرانی، پاکستانی، هر کجا که باشه، بیگناه بیگناهه. ما باید بایستیم دست به دست هم دیگه به نام اسلام، به نام اسلام رسول الله، ما دفاع کنیم از همه بیگناه ها. همه بیگناه کشته شده. میگن که بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق، یوسف از دامان پاک خود به زندان میرود. بله درست. بسیار تشکر از ابراز نظر آلمانی تا. سلامت باشید، موفق باشید. ممنون. من رسول نقوی هستم و حدود 8 سالی هست که در خدمت مسلمان های آمریکا هستم اینجا. گرچه مذهب مختلف شد، هیچ کس بیگانه نیست. کعبه و بتخانه را یک نور روشن میکند. شما موافق هستین با این مصرع اول یا نه؟ برای من مذاهب مختلف و ادیان مختلف مثل گلهای مختلفی میمونند که در باغچه منزل ما هستند. خونه ای و باغچه ای که فقط یک گل درش هست، مانند باغچه ای که گلهای فراوانی درش هست، زیبا نیست. این گلهای فراوان رنگهای مختلف ادیان زیبایی خداوند هست که در زندگی ما قرار داده و نه تنها نباید اختلافی با هم داشته باشیم، بلکه باید از این زیبایی لذت هم ببریم. در مورد این گروه های تروریستی که فعلا دست به یک سلسله اقدامات منفی میزنن، گویایی که جهاد است، در این رابطه صحبت دارین؟ آیا خلاف اساسات دینی و اسلامی است یا به قول خودشان جهاد استشهادی و توجیهات دیگه دارن؟ به هر صورت انسان کشی است. چه توجیه داره از دید شما منعیسی اگال می دید؟ باید دید پیامبر چطور رفتار کرد و باید از خودمون سوال کنیم که آیا همونطور که پیامبر رحمتی بود للعالمین و برای همه مردم دنیا، آیا ما هم به عنوان پیرو به پیامبر رحمتی هستیم برای همه مردم یا خیر؟ شوخیر خوش دارین؟ قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را، معتصب گرمه خورد معذور دارد مست را. شعر زیبایی هست. نخیر شیراز دیگه، نمیدانم که شیراز کجا میایه. با شراب تازه زاید ترش روی میکند کو جوان مرده که سازد کار این بی پیر را. دین انسانیت خیلی مهم است که متاسفانه پیروای خیلی کم دارد. پیامتان برای مردم افغانستان چی است؟ دعا میکنم. من اینجا با مساجد برادران افغان خیلی ارتباط دارم و اتفاقا یکی از مسجدهایی که هر هفته میرم همشون برادران افغانی هستند. همونطور که در ایران افتخار میکردم به برادران افغانی خودم، اینجا هم افتخار میکنم به برادران افغانی خودم. امیدوارم که هر دو کشور عزیز ایران و افغانستان از زندگیشون، از نعمتهایی که خدا بهشون داده، بتونن به بهترین وجه استفاده کنن و اختلافها سریعتر کنار گذاشته بشه و
انشالله خداوند صلحی پایدار رو در افغانستان ما هم به زودی برگزار کنه انشالله. الهی آمین. یک سوال دیگه دارم آجی آقا شما، که چطور کنیم که می اولادای ما، فرزندای ما در دیار اجره تحت کلتور و فرهنگ بیگانه دین مقبول اسلام خود نگاه کنن، منعرف نشن؟ پدر و مادر اگر خودشون معتقد باشند، هرچه پدر و مادر معتقد باشند، اگر بر اساس اون اعتقاد رفتار کنن، فرزندان همون گونه خواهند بود. اگر پدر و مادر فقط حرف بزنن ولی رفتارشون چیز دیگه ای باشه، فرزندان رفتار رو میبینن و گفتار رو نمیبینن. آقا میگن که در عمل باید عشق ورزیدن، گفتگو را بیا تمام کنیم. به نهایت تشکر، دست که نمیتن. موفق باشید. خیلی ممنون. سلامت. خیلی تشکر.